مثل همین چند سال هشت سال دفاع مقدس بود، ما دوش به دوش این برادران تو جبهه جنگ بودیم. بنده خودم دو سال تمام تو جبهه بودم خدمت کردم. هیچ فرقی هم بین خود و من نیست، مملکت ماست. باید حضورتون عرض کنم که قبل از اینکه ما بخوایم یه خورده یه ذره حرفه‌ای فکر کنیم، بعضیش از اسمش پیداست که یک وسیله به عنوان اینکه مثلا والیبال که یه ورزش گروهیه، باید بین فرقی نمی‌کنه اگر برادران اهل تشیع باشن یا اهل تصنع باشن، هیچ فرقی نمی‌کنه. تو میدان بازی می‌کنیم مثل دو تا برادر، مثل دو تا دوست، مثل دو تا رفیق بازی میکردیم. همیشه هم با شور و نشاط هم بازی میکنم. اصلا من همچین چیزی رو تا به الان که نه من احساس کردم نه کسای دیگه از برادران ارتسان و من همچین چیزی رو دیدم و متوجه شد. همیشه این یه دوست این دوتا برادر همیشه بازی کردیم. اصلا هم به همچین موضوع هیچ مور فکر نکردیم. علی یادتون یه دو سه علی علی یادتون. من هم برادر کوچکترشون هستم. من هم 8 سال والیبال بازی کردم، ولی بعد از اینکه وارد دانشگاه شدم دیگه والیبال ترک کردم. بخاطر اینکه علاقه زیادی به درس داشتم. بنده رشته حسابداری هستم. الان دو ماهی است که فوریتان گرفتم و قراره که یک ماه دیگه دو ماه دیگه امتحان برم برای لیسانس. والا راست بخوام من از کودکی به والیبال خیلی علاقه داشتم. چند تا رشته دیگه هم دنبال کردم، اما وقتی در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور که در همین استان هرمشهرستان گنبرم برگزار شد، با عنوان بهترین لیبرو نوجوانان کشور در انتخاب شدن و به اردو تیم نوجوان در اومدن و از اونجا هم به باشگاه بلد تهران دعوت شدم. یعنی جوانان بلد تهران دعوت شدم که دو سال در اونجا توپ زدم و یک بار سوم با باشگاه بلد تهران به سوم باشگاه ایران کسب کردیم. از اونجا هم با تیم پتروشیمی تبریز هستم و از اونجا هم به تیم شیرینفراز کرمانشاه که پارسال بودم و امسال هم در خدمت تیم سنگان بافت در لیگ برتر بودم.